میزان نیروی انسانی و تعداد نفراتی که در جایگاه های فریستال کار میکنن تعدادشون پایین تر میاد. سلام، امروز میخوام در مورد مزایا و معایب جایگاه های فریستال در پرورش گاو شیری نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که میدونید از مدت ها پیش پرورش دهندگان دام و طیور به دنبال جایگاه های مناسبی برای آسایش و رفاه دام خودشون بودن که بتونن سود بیشتری از قبل مدیریت خودشون بردارن. جایگاه های فریستال معمولاً جایگاه هایی هستن آزاد، انفرادی که در اختیار دام قرار داده میشن و از طریق میله های اینها از همدیگه جدا میشن تا دام ها بتونن در اونجا استراحت لازم رو داشته باشن و در آسایش و رفاه بتونن تولیدات خودشون رو بالا ببرن. اگر ما بخوایم از مزیت های مربوط به جایگاه های فریستال نام ببریم، میتونیم به عنوان مثال استفاده از فضای دامداری، یعنی ما از فضای دامداری به نحو احسن میتونیم استفاده کنیم، از یک فضای کم میتونیم دام زیادی رو پرورش بدیم. این یکی از مزیت های مربوط به جایگاه های فریستال هست. مورد بعدی بحث نصب آسان هست. خیلی راحت تر جایگاه های فریستال نصب میشن و در مدت زمان کمتری اگر سرمایه‌ای داشته باشیم میتونیم جایگاه ها رو نصب کنیم. مورد بعدی کاهش لنگش در جایگاه های فریستال هست. مزیت دیگر کاهش ورم پستان هست که در جایگاه های فریستال به خاطر اینکه ما جایگاه بهداشتی و جایگاه بسیار مناسبی برای دام تهیه کردیم، در واقع ورم پستان به شدت کاهش پیدا میکنه و در واقع ما تولیداتمون از بابت شیر و همچنین پرواربندی بالا میره. مورد بعدی و مزیت بعدی بحث کاهش استرس دام هست. همونطور که میدونید هر چقدر ما رفاه و آسایش دام رو تأمین کنیم و به فکر آسایش دام باشیم، به همون میزان استرس دام کاهش پیدا کرده و ما به نتیجه خوبی در مدیریت خودمون میرسیم. مزیت بعدی کاهش نیروی انسانی است. میزان نیروی انسانی و تعداد نفراتی که در جایگاه های فریستال کار میکنن تعدادشون پایین تر میاد و در واقع ما هزینمون هم در جایگاه ها کمتر میشه. مزیت بعدی بحث کاهش بار میکروبی شیر هست که در جایگاه های فریستال کاملا واضح و مشهود هست. از دیگر مزایای مربوط به جایگاه های فریستال بحث تغذیه دهی دام هست که تغذیه دهی دام واقعا خیلی راحت هست و مدیر دامداری و کارکنان دامداری و حتی کارگران میتونن خیلی راحت تر دام رو تغذیه کنند و مشکلی از این بابت ندارن. مزیت دیگر جایگاه های فریستال بحث تسلط بر تغذیه است. دوستان ببینید یکی از مهمترین مواردی که در جایگاه های سنتی باعث استرس دام میشه ورود کارگر و نیروی انسانی به جایگاه های سنتی است. در اینجا دام وقتی استراحت لازم خودش رو در جایگاه های فریستال انجام میده، از طریق فیدرها یا از طریق دستگاه های مخصوص دام غذادهی میشه و هیچ گونه استرسی از این بابت نداره. مزیت بعدی اگر ما بخوام بشمریم، مسئله در واقع بهداشت موی دام هست. دام هاتون تمیز نگهداری میشن با توجه به اینکه جایگاه های دام جایگاه های سالم و تمیزی هستند، بهداشت پوست دام هم در اینجا رعایت میشه. از مزیت های دیگر میتونیم کاهش عفونت های سم رو در نظر بگیریم که عفونت های سم به لحاظ درگیری در جایگاه های سنتی با فضولات دام بیشتر میشه که در جایگاه های فریستالین به حداقل میرسه. اما شاید یکی از بحث‌های خیلی مهمی که توی جایگاه‌های فریستال مطرح هست بحث رکوردگیری هست. دوستان ببینید ما خیلی راحت‌تر بر اساس شماره گوشی که از دام‌ها داریم میتونیم تمامی اعمال مربوط به تغذیه، رفتار گاو و همچنین بیماری‌ها، لنگش، ورم پستان، همه اینها را میتونیم اونجا رکوردگیری کنیم، رکوردبرداری کنیم و بتونیم در واقع یک عیار مناسبی از جایگاه های فریستال در دستمون باشه که مدیریت لازم رو بر این جایگاه ها
داشته باشیم. از دیگر مزایای مربوط به جایگاه فریستال بحث جمع کردن کود گاوداری هاست، خیلی راحت تر میشه با دستگاه های مناسب یا دستی هم میشه اینها رو خیلی راحت جمع آوری کرد. اما میپردازیم به معایب مربوط به جایگاه های فریستال. یکی از عیب‌هایی که برای جایگاه های فریستال در نظر میگیرن این هست که در واقع اختلالات حرکتی در دام ها در جایگاه های فریستال زیاد هست. اینم یک عاملی هست در واقع، وقتی شما دام رو به مدت بیشتری در یک مکانی استراحت میدید ممکنه یه مقدار اختلالات حرکتی در اینها دیده بشه. عامل بعدی و عیب بعدی که ما میتونیم در جایگاه های فریستال داشته باشیم بحث مربوط به هزینه های جایگاه فریستال هست. یه مقدار ممکنه نسبت به جایگاه های سنتی هزینه بیشتری داشته باشه و این هزینه ها قطعاً و مطمئناً در سالهای بعد به زودی پوشش داده میشه و شما میتونید سود بیشتری رو از جایگاه خودتون بردارید. و سومین عامل و آخرین عیب که میتونیم در جایگاه های فریستال داشته باشیم بحث عادت پذیری دام به جایگاه های فریستال هست. ما میدونیم که خب دام یک مدت طول میکشه که از جایگاه سنتی به جایگاه صنعتی و جایگاه های جدید عادت کنند. این هم عیب نیست، به هر حال یک رفتار هست، یک مدیریت رفتار هست که ما باید برای مدیریت نظارت داشته باشیم که دام ها بتونن به راحتی به جایگاه های فریستال عادت داده بشن. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. ممنونم. خدا نگهدار.